مقامات تفتیشاتی وزارت برای داخلی تاجیکستان نسبت بزرگمهر یوروف، حقوقشناس و زندانی سیاسی تاجیک پرونده نف یا پرونده چهارم جنایتی باز کردند. در این باره روز 5 اپریل سال 2023 بنیاد بزرگمهر، یک سازمان حامی حقوق که جمشید یوروف برادر ادوکات زندانی تاسیس داده است، خبر داد. مقامات این خبر را هنوز شرح ندادند، ولی طبق معلومات های به بنیاد بزرگمهر رسیده، پرونده با اتهام قلابی ماده 240 قسم 4 بندهای ا و ب کد جنایتی و در اساس گویا عریضه یکی از مابوسونه که همراه بزرگمهر یوروف در زندان شهر وحدت ادای جزا میکرد آغاز کرده شده است. این ماده جزا را در نمود جریمه و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 8 تا 12 سال با مصادره مال و ملک پیش بینی میکند. این در حالی است که بزرگمهر یوروف از سال 2015 در محبس قرار دارد و علکی به 29 سال زندان محکوم شده است. بنیاد بزرگمهر گفت مایت و جزئیات عملهایی که طبق آن نسبت ادوکات بزرگمهر یوروف پرونده با شده است تا حال انیق و معاین نیست. مقامات میانه های ماه نویبر سال 2022 بزرگمهر یوروف را از زندان شهر وحدت برای 2 سال به زندان نظامش پوشیده و پرزور معروف به کریت شهر دوشنبه انتقال داده بودند. عین حال این زندانی سیاسی را تا به آخر رسیدن تفتیش پیشکی و قرار نهایی دادگاه به بازداشتگاه موقتی یا سزای رقم 1 شهر دوشنبه گذرانیدند. مادر بزرگمهر یوروف از آن شکایت دارد که در تاجیکستان یگان تشکیلات ادوکاتی، ادوکاتهای شناخته و یا تشکیلاتهای جمعیتی که به حمایت شهروندان و تامین آنها با ادوکاتها مشغولند، از ترس فشار مقامات تفتیشاتی و امنیت حمایه پسرش را به ذمه نمیگیرند. ادوکاتی که از جانب دولت به بزرگمهر یوروف جدا شده است، در مرافعه‌ها همگی یک یا دو مرتبه اشتراک کرده است و خلاص. بنیاد بزرگمهر گفت تعقیب شهروندان را برای ابراز عقیده که سرقانون جمهوری تاجیکستان کفالت داده است و در مثال آن آغاز پرونده جنایتی با اتهام بافته قلابی نسبت بزرگمهر یوروف محکوم میکند. این سازمان از مقامات تاجیکستان طلب دارد که با تعقیب و فشار ادوکات ها که باعث محدود گشتن فعالیت آنها و بقیده بنیاد بزرگمهر حتی از بین بردن حمایه ساکنان شده ایستاده است خاتمه بخشند. ابروهای سیاه بالای سر بزرگمهر یوروف و نزدیکانش ماه سپتامبر سال 2015 زمان جمع شد که او حمایت رهبران بازداشت شده حزب مخالف نهضت اسلامی تاجیکستان را به عهده گرفت و برای حمایت آنها حتی کمک دفاع از اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی را تشکیل داد. در پایان ماه سپتامبر سال 2015 بزرگمهر یوروف از جانب مقامات وزارت کارهای داخلی با اتهام قلابی دستگیر شد. دادگاه شهر دوشنبه ماه اکتبر سال 2016 او را بر اساس 5 ماده کودکس جنایتی قلابی، دعوت عمومی به سرنگون کردن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، دعوت به افرادگرایی و ساختکاری به 23 سال زندان با مصادره مال و ملک محکوم کرد. بزرگمهر یوروف در تالار مرافعه بعد اعلان حکمش با اظهار ناروزگی از این حکم شدید خطاب به دادرس و عیبدار کننده دولتی ربایی مشهور ابوعلی ابن سینا را خواند: با این دوسه نادان که چنون می دانند، از جل که دانای جهان ایشانند، خر باش که این جامعه از فرد خری، هر کو نخر است کافرش می خوانند. این ربایی سبب باز یک پرونده دیگر به ضد این ادوکات با اتهام تاخیر نمایندگان دادگاه و دادستانی شد و ماه مارس سال 2017 به حکم بزرگمهر یوروف 2 سال دیگر افزودند. همین طور ماه آگوست سال 2017 با اتهام تاخیر پرزیدنت به حکم بزرگمهر یوروف 3 سال دیگر افزوده شد و حکمش به 28 سال زندان رسید. سازمان های حامی حقوق بشر از جمله Human Rights Watch، ایف بین المللی و کمیته خلسنگی نروژ نیز بزرگمهر یوروف را مابوس سیاسی عنوان میکنند و چندین بار از حکومت تاجیکستان روایی بی قید و شرط او و دیگر وکیلان مدافع زندانی را طلب کردند. اما مقامات تاجیکستان وجود مابوسان سیاسی در زندان های این کشور را رد میکنند و میگویند افراد چون بزرگمهر یوروف، شورت قدراتوف، نوردین محکموف و زید سعیدوف که حامیان حقوق آنها را مابوس سیاسی مینامند در اصل با جرمهای دیگر از جمله برای قلابی محکوم شدند.